عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان، مخاطبان خوبم در کانال یوتیوب شاهین نجفی. امیدوارم که هر جا هستید شاد و سلامت باشید، قوی، پر انرژی، پر از امید و انتظار برای ایران عزیز. این جمله ها رو از عمد انتخاب کردم و میخوام شما رو تحریک بکنم به شنیدن یه سری از صحبت ها. اون عزیزانی که خب چندین سال منو دنبال میکنن، بر صورت یه بخشی از فکر منو میشناسن، یه بخشی جدی تر آثار هنری منو، حالا هنری میگیم خودمون دست پامون میلرزه، آثار هنری ما رو میشناسن، موزیک ما، شعر ما به قول معروف. ولی یه موقعی یه سری از عزیزان ممکنه رد بشن، گذری و طبیعی هم هست، همه که به قولی مخاطب جدی 24 ساعته نیستن که. اونها یه دفعه مثلا میره سه ماه دیگه میاد میگه اه این که تا دیروز سیبیل داشت، این چرا الان ریش داره؟ سه ماه دیگه میاد میبینه این تا سیبیل ریش داشت، چرا مثلا الان یه جور دیگه شده؟ در فکر آدمی هم همین اتفاق میفته. یعنی نفر ممکنه یه چیزی از من یه جایی شنیده باشه 10 سال پیش، بعد 10 سال بعد یه چیزی میشنوه میگه این مگه فلان جور نبود، این مگه فلان حرفو نزد. بحث خیلی بحث مهمیه. من اگه قرار باشه درباره خودم صحبت بکنم اینه که من آن اندازه نادان نیستم که در مقابل آگاهی که به دست میارم مقاومت بکنم. بسیار باز هستم نسبت به تغییر، و خصوصاً اگر این تغییر رو در راستای حرکت به جلو، در راستای بقا، در راستای انسان، زندگی و شعور بدونم. اگر مقاومت بکنم باید سوال بشه. اینا رو من توضیح دادم تا امروز ما اساساً در مورد یه چیز دیگه قرار بود حرف بزنیم با شما، با هم دیگه. در واقع من تو ذهن خودم شما رو میبینم. شاهزاده رضا پهلوی یه سخنرانی بسیار مهمی داشت به نظر من، و میگم چرا الان اهمیتش رو میگم، و کنفرانس خبری هم بود، خبرنگارا اومدن صحبت کردن. صریح بهتون بگم من این سخنرانی رو خیلی جدی، صمیمی، صادقانه و مدرن یافتم. به نظر من صحبت‌ها بسیار تیزهوشانه بود، جمعی بود، در راستای همبستگی بود، در راستای آزادی بود، و دقیقاً ما به چنین صحبت‌های الان نیاز داریم. و بعد میخوام بگم مخاطب من، خصوصا اون عزیزانی که گفتم میان مثلا سه ماهه از بغل من رد میشه، تعجب نکنه که چه اتفاقی افتاده. آقا شاهین نجفی یه سری کار داره. من فکر میکنم همین جوری به شما بگم شاید واقعا یکی دو بار قطعا در کارهای خودم سارکاستیک، به قول خارجی کلی، طعنه‌وار در واقع به شاهزاده رضا پهلوی من تیکه در واقع به شکلی انداخته بودم، شوخی کرده بودم. یه جارم تو همون برنامه پاریس من مشخصا عملا یه چیزی گفتم، یه اشاره‌ای برترتیب کرده بودم. چه اتفاقی افتاده که من الان این مسئله برای من مهم شده و شجاعانه میام میگم آقا من به کسی که میخوام نزدیک بشم اول یه دوست سیخونک میزنم ببینم چجوریه، خصوصا کسی که در عرصه سیاسیه. و دقیقا به همین دلیل این آدم برای من اعتبار پیدا میکنه، اعتبارشو که از یک جمعی حتما داره، ولی من به عنوان یک شهروند این اندازه شعور و این اندازه به هر ترتیب نقد خودم رو باید داشته باشم دیگه، بتونم نفر رو بفهمم کیه که من قراره که بهش نزدیک بشم یا فکرش رو نقد بکنم. من دارم نگاه میکنم اینم آدمی که من باش اینجوری برخورد کردم، این آدم یه برخورد دیگه ای داشته، برخورد جذبی داشته، برخورد درست داشته. و من در طول عرض این 20 سال با گروه ها، نیروها و افراد بسیار متفاوتی برخورد داشتم که بهشون میگفتی بالای چشم دبرو برق میگرفتش. خب چرا ایشون رو نگرفت؟ چرا با من دشمنی نکرد؟ چرا تبدیل به یک حرکت قهری نکرد؟ چرا 4 نفر نفرستاد بخواد؟ البته یه سری اون موقع عزیزان پادشاهی خواب به هر حال فوشموش هم میدادن، چیز میدادن، مشکلی هم نبود. ولی من اگر در مقابل آگاهی خودم، در مقابل احساس خودم میخوام مقاومت بکنم، این میشه نادانی. اینو خواستم بگم.
یه بخشی از همین عزیزان براشون من دیدم این برانور میزنن شاهین نجفی مثلا چپ رادیکال اومده فلان، که نه آقا چه چپ رادیکالی؟ من میتونم بفهمم تو ذهن شما چی میره، اما خیلی سریع و خلاصه بهتون بگم. یک سیری در ذهن من اتفاق افتاد که اتفاقا هیچ ربطی به سیستم ایرانی نداشت. من مدیون خانش مارتین هایدگر هستم و دقیقا کلیدش هم با کلید با مفهوم میهن بود. اونجا من فهمیدم، حالا تو این مجال اصلا مجالش نیست الان ما اینجا در موردش صحبت میکنیم، ولی خیلی برای من جذاب بود که اونجا فعل بودن در آلمانی بین در واقع ربط پیدا میکرد با خانه باو، و بعد اینو این زبان شناسی میکرد، ریشه شناسی میکرد در زبان، و میدیدیم خانه یعنی بودن، حضور داشتن یعنی میهن. اینو من اونجا فهمیدم، در فلسفه آلمانی فهمیدم، همین آوردم در سیستم ایرانی. عزیزان الان میخوام تبلیغ بکنم، ولی خب همین حرفا رو من در کتاب ترا انسان گفتم، نوشتم. خب عزیزان که علاقمندن میتونن اونجا بخونن، ممکنه یه سری که علاقمند به فلسفه نیستن حوصله‌شون سر بره، اما برای اینکه بفهمی در ذهن من چه اتفاقی افتاده، اونم آرام آرام نه یه شبه، اونو باید بخونی ببینی که نظر من در مورد میهن چجوری تغییر کرد. وقتی نظرم در مورد یه چیزی مفهومی تغییر میکنه، چون میهن برای من یه مفهومه، هیچ مفهومی برای من قابل پرستش نیست مطلقا، من پرستش ندارم، اینا باید حواسون باشه، من عاشقم، دوست دارم. میهن مفهومیه برای من عین زندگی. حالا اینا رو گفتم که بهتون اینو بگم که چجوری این سیر اتفاق افتاد. من از مفهومی به نام عدالت آروم آروم سیر من بذارید بگم سر خوردم آروم آروم به سمت مفهومی به نام آزادی. این به این معنی نبود که یا نیست کسی که عدالت خواهه ضد آزادیه، اما میچربه، یعنی یه جایی این دو با هم دیگه یه کانفلیکت یه مشکلی پیدا میکنن. من همیشه اینو در اون نگاه خودم میدونستم که حالا دو مفهوم آزادی و نظم، که از دل آزادیه که نظم بیرون میاد، نه از دل نظم آزادی. همینو من در رابطه با عدالت و آزادی به دست آوردم، فهمیدم که از دل آزادیه که جامعه حالا نه عدالت، منصف، انصاف، به سمت برابری پیش رفتن، حالا این من همه رو با احتیاط میگم، اما در مجموع همون مسئله عدالت از دل آزادی بیرون میاد نه از دل عدالت. و بعد یه مقدار تند و تیزتر که اصلا دیگه به این نقطه رسیدم که چیزی به نام عدالت برای من یک توهمه، مفهومی نیست که من دیگه بپذیرمش. اومدم به سمت آزادی، الان همه چیز رو با این مفهوم میسنجم. اینا رو گفتم که برسیم به سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی، و اینو خواستم پیشاپیش بگم که من عدالت خواه بودم، الان آزادی خواه هستم. اگه دنبال اسم میگردید پس این چپ و راست و اینا رو خواهشن در مورد من استفاده نکنید، اینو عزیزان داشته باشن. شاهزاده رضا پهلوی به نظر من دقیقاً این در این بزنگاه تاریخی چند نکته اساسی رو اشاره کرد که خب پیشاپیش باید عزیزان برن و کل سخنرانی رو گوش بکنن، ببینن پاسخ‌ها رو، ببینن به خبرنگارا، و یعنی می‌بینید روانشناسی باید بکنید دیگه، می‌بینید نفر دست و پاشو گم نمی‌کنه، نفر عصبانی نمیشه، چیز نمیشه، حواسش هست. اون خبرنگارم یه شیطنتی می‌کنه، ولی این هست که جواب بده، با اینکه پیشاپیش داره میگه من مسئول نیستم، من نمی‌خوام سمت حکومتی و سیاسی داشته باشم. به تاثیرگذاری بر جهان سیاست اشاره کردن، دقیقاً همین اعتراضات، و تو جلسات پیشم من بهش اشاره به این مسئله اشاره کرده بودم که چقدر این مسئله مهمه. به اعمال خواست و اراده ملت اشاره کردن، بحثی بسیار مهم، یعنی هیچ مسئله‌ای در سیاست مهمتر از اعمال اون خواست و اراده سیاسی ملت نیست. در نهایت کار سیاست جدای از همه چیز هیچ چیز نیست جز اینکه رضایت ملت رو، رضایت مردم رو جلب بکنه. بعد به فلج کردن ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی اشاره کردن، به نظر من بسیار درست بود. و از کی داره تعریف میکنه؟ در مورد چی داره حرف میزنه؟ در مورد مردم داره صحبت میکنه. یعنی جمهوری اسلامی که مدام ما رو در نفاق، در جدایی و تفکیک جنسیتی که میگن، شیعه و سنی، زن و مرد، داخل و خارج، همش اینا میخواستن اختلاف ایجاد بکنن، تجزیه بکنن ما رو، که الان دقیقاً چیزی به نام انقلاب ایران ما رو ترکیب داره میکنه، ما رو داره به هم نزدیک میکنه. و بعد برای خود من جالب بود که شجاعانه اشاره کرد به اولین انقلاب زنانه در تاریخ. من نمیتونم با این جرأت اینو بگم، به این دلیل که من نمیدونم که ما پیش از این انقلاب زنانه داشتیم، اما اشاره به این قضیه جدی، آقا نترسیم خانم، نترسیم، حالا خانم ها که نمیترسن، آقا عزیز نترس، اشکال نداره انقلاب زنانه باشه، پشت سم وایسا، من اصلا ترسی نداره این قضیه.
اون اگه جلو باشه تو حفظ میشی، حق تو حفظ میشه. اتفاقا جامعه‌ای که حقوق زن درش اینجا باشه، حق مرد حتما بهش میرسه، حقوق مردان. نترسیم از این قضیه. شاهزاده رضا پهلوی به درستی بهش اشاره کرد و جا داره که ما هم اینو پررنگش بکنیم. بعد به این مسئله هم اشاره کرد که اغتشاشگر و تخریبگر کیه. پر واضحه، پیش از این هم بارها اشاره شده، دیدیم ما که نظام جمهوری اسلامی سرکوبگران و مزدورانش اونها هستن که اغتشاش دارن میکنن. من از این واژه خودم هم استفاده میکنم. جمهوری اسلامی یاغی و طاغی نسبت به ملت خودشه. ملت خودش، اینا چه نسبتی با ملت ما دارن؟ و بعد ملتی یک پارچه، ما رنگارنگیم، خیلی هم زیباست، خیلی قشنگه. کرد، ترک، گیلک، بلوچ، خود ترکا جاهای متفاوت، اشکال نداره. این یه نعمته، این یه فرصته که ما رنگارنگیم و میتونیم در کنار هم دیگه باشیم، عشق میکنیم، چرا که نه. اینو تو سربازی بچه هایی که رفتن میدونن، یزدی با کرمانی، کرمانی با شمالی، شمالی نمیدونم با بلوچ، بلوچ ها بچه ها اومده بودن گیلان، عشق میکردیم. لباس اون لباساشو بعد برای من فرستاد، ما براش وسایل میفرستیم. اصلا این حرفا نیست. زبان هامون متفاوت، فرهنگ هامون جدی متفاوت بود، اما میتونستیم همدیگر بفهمیم. و اون کسی که اختلاف داره و جدایی و دوری میندازه، یک نظام سیاسی ناکارآمد. بعد از این به درستی اشاره کرد به همین تهمت تجزیه و جدایی که نسبت میدن به کردها و بلوچها. خب ما حتما یه سری گروه ها و عناصر هستن که در آذربایجان، در خوزستان، بین کردها و بلوچها، حتی من این جدیدن دیدم بر بین گیلانی ها، اینا ممکنه که صحبت از جدایی بکنن، اما این قاطبه مردم نیستن. اون خواسته اساسی سیاسی که در اون مناطق وجود داره این نیست. اگرم یه گاهی زمزمش بلند میشه، به دلیل ستم نیروی مرکزیه. و چقدر درست، این یکی از مدرن‌ترین حرفایی بود که از دهن من از دهن یه سیاستمدار، یا بذارید بگم از دهان کسی که به هر حال درگیر مسائل سیاسیه، شنیدم. و اونم عدم تمرکز. عزیزانی که درگیر مسائل کامپیوتر هستن، درگیر AI هستن، میدونن جهان فراصنعتی جهانی غیر متمرکزه. ما دیگه در جهانی نیستیم که یه نیروی متمرکز وسط باشه و بقیه رو بخواد هدایت بکنه. هر چقدر به سمت استقلال بریم، هر چقدر به سمت خودانگیخته کردن این نیروها بریم، به نفع اون جامعه است و به ضرر منطق دیکتاتوری. این منطق بسیار مدرنه، بسیار جدیه. یعنی من تو حتی توییتا میدیدم، کمتر دیدم که به این مسئله اشاره کرده، ولی این مسئله بسیار جدیه و باید روش بیش از پیش، شاید اصلا بعدن یه برنامه جداگانه بسازیم. اشاره به شعار جنجیان آزادی، زن زندگی آزادی کرد و بازم اشاره کرد که دقیقا به دلیل همین نامتمرکز بودن قضیه بوده که کمک کرده. شعار از کردستان اومده، شعار روژاواه و بقیه الان دارن تمام جهان داره اینو زمزمه میکنه. زیباست. من به همه نکات به دلیل اینکه برنامه نمیخوام طولانی بشه اشاره نمیکنم، فقط میخوام بگم که چگونه یک سخنرانی کوتاه، فکر میکنم 10 دقیقه 15 دقیقه، میتونه در جهت همبستگی، متحد شدن و همبسته شدن جامعه باشه و بعد پروپیمون باشه، تیزهوشانه باشه، استعداد اینو داشته باشه اون سخنرانی که هر کسی رو جمع بکنه، جذبی باشه. و این بود. صریحا و درست خط کشید همچنین روی یه سری از نگاه که آقا بدونید آقا رهبر محبر فلان چند ساله داره این حرف زده میشه، چرا کسی جدی نمیگرفت این حرف رو؟ چرا ما الان باید خیابون رو و شعارهایی که در خیابون داده میشه و رفتاری که در خیابون داده میشه رو دوباره بیایم تایید بکنیم؟ آقا این حرف رو همه زده شده دیگه. میشه ما نامتمرکز، غیر متمرکز، به اتکای نیروی اجتماعی و سیاسی و هوش مردم پیش بریم؟ دیگه الان جامعه 20 سال پیش نیست. پتانسیل خطرها همچنان وجود داره، باید حواسمون باشه، اما استعدادها هم وجود داره، استعداد رشد، استعداد جذب کردن نیروهای متفاوت، که اینو شاهزاده به نظر من به درستی بهش اشاره کرد. به دو سه تا چیز دیگه هم اشاره کرده که اونا رو من نمیتونم هنوز در موردشون اطلاعی ندارم، مثل صندوق کمک به ایران که مسئله مالیه، اینا رو من در جریانش نیستم، خودش هم جزئیاتش رو خیلی مشروح نگفت. ولی نکات دیگه‌ای که شاید جالب باشه در رابطه با بحث دولت موقت، که اینجا هم بازم جذبی عمل کرد و صریح هم گفت کسانی که ناهماهنگن، کسانی که منم منم دارن، کسانی که ماما دارن، که این ماما هم جالبه،
گروه ما، جناح ما، نمیدونم نیروی ما حواسشون جمع باشه. پلورالیسم، تکثرگرایی، منطق جذبی، رنگارنگ بودن، اینا باید رعایت بشه. هر جا هر کسی بخواد بیاد خودشو علم بکنه، اون نیروی جوان، اون نیروی با استعداد باید جلوش وایسه. آقا شاهزاده رضا پهلوی داره همینو میگه، اگر پادشاهی خواه هستی، مشروط خواه هستی، هر سیستمی که هستی حواست باشه، ضد LGBT، ضد نمیدونم کسی پرچم کردستان بیاره، ضد پرچم نمیدونم منطقه خودشو بیاره، نترس، سینه سپر کن، بگو بیا آزادی دیگه، پرچم شیر خورشید رو داریم، اونم بیاد، اونا هم میبرن زیر لوای این پرچم همه ایرانی هاست. ایرانی بودن در این منطقه جغرافیایی بودن ارجح بر همه چیز. من اول ایرانی هستم، بعد گیلانی هستم، بعد انزلیچی هستم. جایی اگه بخوام بگم میگه کجایی، نمیگم انزلیچی به معنی شی، با یه ایرانی میگم انزلیچی، اما قبلش میگم جایی بخوام با یه خارجی رو بشم میگم ایرانی ام. این منطقه رو داشته باشید، از کل به جز، از جز به کل رفتن، حواسا جمع باشید، نترسید. به همون ترتیب اون آدمی هم که حالا مارکسیست، کمونیست، هر چی، گروهای متفاوت، تو هم به همین ترتیب نترس از پرچم شیر خورشید، پرچم مملکتته، تاریخ پشتشه. اینا نکات جدی بود که به نظر من. بعد در رابطه با دولت موقت به چند نکته اساسی اشاره کرد، ماموریت‌های دولت موقت، اینا برای کسایی که ممکنه سخنرانی با دقت گوش نکنن. جلب اعتماد مردم، دوباره همون مسئله، مسئله مردم است، مسئله حاکمیت مردم است. آرامش، ثبات و امنیت، این با اون کلید واژه‌های جمهوری اسلامی فرق می‌کنه که ما ملت رو خفه بکنیم، امنیت برقرار بکنیم، نه، ثبات و امنیت یعنی حفظ منافع کشور، حفظ منافع مردم، یعنی دختر مردم راحت، ریلکس. منطق حجاب برای چی ما میگیم عقب افتاده است؟ به خاطر اینکه میگه دختر خانم شما روسری رو سرت بکن، لخت نباش، به خاطر اینکه مرد به هوس میفته. مرد به هوس میفته، مرد باید قانون جلوش بشه، مرد باید خودش متذکر بشه به خودش، قانون باید به مرد متذکر بشه که حواسش جمع باشه. اون اگه لخت خود به خود، به تو چه ربطی داره؟ اون اگه برهنه است روسری روسرش نره، تو حواستو جمع کن، تو اجازه تعرض نداری، رابطه عکس اتفاقا. این یعنی آزادی، این یعنی امنیت، این یعنی ثبات. یعنی دختر 16 ساله ما ساعت 3 شب 4 صبح تو خیابون راه بره و کسی اجازه تعرض بهش نداشته باشه. وضع قانون و عدالت انتقالی، مسائل قانونیه طبیعتاً، کسانی که مجرم هستن، متهم هستن، همدست بودن، اینها با آرامش، قرار نیست همه اعدام بشن به معنی، اصلا من فکر میکنم حالا اینو صحبت نشده، من خودم مخالف اعدام هستم و پیشاپیش هم میگم هیچ کسی نباید اعدام بشه. حالا این بحث میگن تیر برق و فلان اینا، الان مردم در خشمن، اما منطقیش اینه که محاکمه بشن. حالا با من خودم یه سری ایده‌ام دارم، اون بحث قفس رو در نظر داشته باشید، زندانی که به هر حال درس عبرت بشه، نه اینکه بهشون باشون بدرفتاری چیز بشه، نه اینا شوخی جدی میشه باش برخورد کنه، اما بحث قانون جدیه، حقوقدان باید بیاد صحبت بشه، مثل دادگاهی جدی که در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. ما شوخی میکنیم، حرف میزنیم، اما فردا روز نباید وحشیگری بشه، اینا رو هم حواسمون باشه. تضمین آزادی مردم، معیشت و اقتصاد که بسیار مهمه، این اون یکی از اون چرخش هاست که در من پیش از این 5 سال پیش اگر در مورد اقتصاد از من میپرسیدی، من خیلی کل خشک ممکن بود نظرم با اقتصاد کنترل شده باشه، اما بعد خب تعارف نداریم، نشستم خوندم، آقا زحمت کشیدم، فهمیدم اقتصاد مثل زبانه، باید خودانگیخته باشه، باید باز باشه، باید آزاد باشه، معایبی داره، آسیبهایی داره، بله اقتصاددانا بشینن در موردش حرف بزنن، اما این ارجحه، از دل آزادیه که اقتصاد درست میاد. تنظیم سیاست خارجی بر اساس منافع ملی ایران، اینم بحثی بسیار مهم که جمهوری اسلامی اصلا در اندازه و حدی نیست که در موردش حرف بزن. پایان بندی صحبت من اگه اجازه بدید فقط در مورد این قضیه باشه. شاهزاده رضا پهلوی به درستی با تیسوشی به نظر من اشاره کرد که همه نیروها در قدرت شریکن جز اونایی که نمیخوان هماهنگ بشن. به همین ترتیب خودش این مسئله رو بیان کرد که طالب قدرت سیاسی نیست، ادعای جدیه، نبوده میگه، نیستم و نخواهم بود. خب نقشه چیه؟ این نقشه نقشه مهمیه، این همون چتر است که من اسم میبردم، یعنی یه کسی که مردم و او، و اونم نه یک شخص بلکه یک نهاد. ادعای میگن جمهوری، اینجا دیگه شکل حکومتیه و خیلی جالبه تو بین تمام اون ماموریت هایی که برای دولت موقت
اشاره کرده بود بهش، آخرین مورد همه پرسی و تعیین شکل حکومته. دعوای اصلا دعوای ترسناکی نیست، این آخرین مورده. اینکه جمهوری باشه یا پادشاهی، وزنها رو میذارید رو ببینید کدوم وزن سنگین داره. اما هیچ کدوم اینا، مطلقا هیچ کدومشون رابطه تنگاتنگ فی نفسه مثلا با امر دموکراتیک ندارن. دموکراتیک بودن، به سمت دموکراسی رفتن، لزوما جمهوری خواه بودن یا لزوما پادشاهی و مشروط خواه بودن نیست. اینا رو حواسمون جمع باشه، اینا نکات مهمیه. اما بحث اینه که ما با کسی طرف هستیم که ادعاشو داره میکنه و حرف نفر برای ما حجته. دیگه خمینی نیست که بیاد یه چیزی حرفی بزنه فردا روز بیاد بگه نه من خود اکردم. نمیتونه، مرد عمرشو توی غرب گذرونده، نمیتونه چنین کاری بکنه. ما حرفش رو حجت میگیریم. وقتی میاد میگه که من میخوام مثلا حزب باشه، نه نیروها باشن، نه مدافعی نمیدونم فلان ارگان و سازمان باشم، مستقیم با مردم طرف هستم، داره مشخص اشاره میکنه. خب این دیگه در نهایت مقبولیت و مشروعیتیه که از بین مردم میگیره. فردا روز اگر بحث شکل حکومت بشه بین جمهوری و پادشاهی، خب یقینا من که پیشا پیش دارم میگم ایشون اصلا نباید، حالا این نباید رو که میگم بایسته در واقع، نه نباید که اجازه نداره، به سمت ریاست جمهوری و فلان و اینجور چیزا نباید بره، نبایست در واقع باشه، میره به سمت پادشاهی. ایشون طبیعی ترین، درست ترین، اصلا ربطی به موروثی بودن نیست، بحث مناسبته، نسبت داشتنه. کلمه خوبیه توی عربی و فارسی. نسبت کی به مسئله پادشاهی نزدیکتره از بقیه؟ ایشون. این بحث رو فعلا اینجا داشته باشیم. امید دارم که عزیزان دقت بکنن، همچنان که حرفهای ایشون رو گوش میکنن، شاهزاده رضا پهلوی، حرفهای بقیه هم گوش بکنید. بلاک نشید، بلاک نکنید خودتون رو، مسدود نکنید ذهنتون رو، بشنوید. شکاک، تیز هوش، برید جلو، نترسید. از خطا کردن هم طبیعتا نباید ترسید. امیدوارم که این برنامه مفید بوده باشه براتون و به زودی با یک حرکت دیگه در خدمتون باشیم. فداهم.